خب اینم گفتیم کاربرد ایتو با هم بررسی کردیم اینجا. امیدوارم که ایتو یاد گرفته باشی، بعداً ویژه راجبش حرف می‌زنیم. فقط خواستم گفته باشم چون شما 50-52 تا کلیپ توی بخش اول گرامر که تهیه کردین و خریداری کردین اونا رو داشتین تمرین کردین، مسئله هم راجبش نداریم. من با همین میخوام بیشتر راجبش توضیح بدم. بچه ببینید این صفحه تکلیفتونه که توی کتابتون شما خودتون قبل از این که کلیپ به حل این تمرین رو نگاه بکنید حل میکنید، بعد میاد پلی میکنید، خودتون تصحیح میکنید، کرکت میکنید، ببینید کجاها رو درست نوشتی کجاها رو غلط نوشتی. خب بیایم سراغ آها این مثلا نو آفنس بهت بر نخوره. بهت بر نخوره چی میشه؟ نو آفنس. دقت کنید بچه ها، من اینجا برای مثال ها اینو فکر کنم توی یه پارت دیگه بذاریم بهتر باشه براتون، حجم ویدیو میره بالا، دانلودش براتون یه مقدار سخت میشه. اوکی خب بچه ها میریم سراغ این مثال ها با هم ببینیم که چی هستن. من این مثال ها رو کم کم جدا میکنم که با هم بتونیم اینا رو تمرین بکنیم. خب من این رو یه صفحه باز میکنم، این رو آوردم اینجا براتون، یکم بزرگترش میکنم براتون. خوبه؟ یا کوچیکتر؟ حتما نظرتون رو بگید بچه ها که الان بزرگتر بشه براتون، یکم کوچیکتر کنم که منم بتونم بنویسم براتون. خب بچه ها این اصلا چیه؟ مثالا که الان میخواییم بزنیم ببینیم با این افعال توبی که گفتیم فعلا اما ایزار چه چیزایی رو میتونیم بررسی بکنیم. ببینید خستتون نکنم بچه، بشینی اصطلاح حفظ بکنی، گرامر پیچیده یاد بگیری، نتونی مکالمات روزمره رو صحبت کنی، انگار که هیچ کاری رو نکردی. خب سردمه یا سرما خوردم، I'm cold، میتونی استفاده کنی، ولی بیشتر سردمه هستا، I'm cold. I'm cold اونا میگن من سرد هستم، یعنی سردم. Can you close the window please? Can you میتونی؟ بچه میتونی شد چی؟ من همش با قرمز داره میمیسیم، والا نه طرفدار پیروزی هستیم نه طرفدار استقلال. میتونی میشه چی؟ Can you بگید؟ تلفظش تو حالت سوالی can هست، چیه؟ یه کوتاه ببین آ کن. حالا بعضی از اساتید میان حالا نظر میدن و میگن فلان رو نباید فارسی بنویسی. آبا مسئله من اینه که مطلب رو جا بندازم برای شما. اوکی شما اینکه بلدی خب اوکی بلدی، دمت هم گرم، میخوای تدریس کنی تدریس کن، ویدیو بذار بقیه استفاده بکن. ما در حد توان خودمون چیزی که به بچه ها مطالب رو جا بندازیم یه مطلبی عنوان میکنیم، انشالله که اونا هم راضی باشن. خب پس تو حالت سوالی can you میتونی؟ خب میتونی چیکار کنی؟ میتونی بری؟ can you go؟ میتونی بیای؟ can you come؟ میتونی صحبت کنی؟ can you speak؟ پس حالا بریم سراغ لغات. میتونی بری؟ بفرمایید. can you go؟ شد. باز ما رفتیم سراغ درمز، بذار سبز بنویسم این رنگ سبز چطور. can you go؟ میتونی بری؟ میتونی صحبت کنی؟ Can you speak? Can you speak? میتونی انگلیسی صحبت کنی؟ Can you speak English? بچه ببینید اسم زمان، اسم کشورها، حرف اول، حرف اول یا لتر اول رو کپیتال بنویسید. کپیتال یعنی چی؟ بزرگ. English. Can you speak English? وای بالت اگه سوال برات پیش بیاد. بخش اول گرامر از ABCD شروع کردیم به درس دادن، باز هم توی گسترش مطالبی که خدمت رو تدریس کردیم باز هم یه سری ریزکاری ها رو داریم میگیم و با هم تمرین میکنیم. سعی کن برات سوال پیش نیاد، اگه دیدی سوال داری زیاد برات پیش میاد برگرد برو از اول شروع کن بخوندن. میتونی پیدا کنی؟ Can you find؟ Can you find؟ و هر فعل دیگه که میتونی بلدی میتونی اینجا بذاری. Can you find؟ فعلت هم ساده، توی قبلش نمیاد اصلا. بگذاریم. بگذاریم چی میشه به انگلیسی؟ بفرمید. باریکلا. Anyway. بهت بر نخوره. بهت بر نخوره چی میشه؟ بس بگذاریم شد. Anyway. بهت بر نخوره. No offense.
بگذاریم. Anyway, can you close the window please? میتونی پنجره رو ببندی لطفا؟ دقت کنی در نوشتار please که کلمه آخر میاد، کلمه آخر میاد، کاما قبلش هست توی نوشتار. اینم گفتم بگیم که نگید نگفتی. این تاچ صفحه ما فکر میکنم که خراب شده، باید تعویزش میکنی. خب علامت سلام. حالا بعضی ماها مثلا مترجمه کلی رو ترجمه میکنه که مثلا میشه ببندی. اوکی، حالا ما هم میتونی فعلا برای تو گفتی. I'm 32 years old. I'm 32 years old. من 32 سالم. یا من 32 ساله هستم. My sister is 29. My sister is 29. 29 ساله است. My sister is. Okay? She is. He is. Steve is ill. Steve بیماره. Ill. Steve اسم یک شخصه. اسم افراد رو. حرف اول چی می نویسن؟ کپیتال. یا بزرگ. پس اینکه کپیتال کپیتال میگیم، بنویسیم کپیتال املاش چیه؟ چندین معنی هم میده بچه ها. قبلا ها گفتیم. کپیتال میشه بزرگ. یه معنی میده سرمایه. یه معنی هم میده پایتخت. What is the capital of Iran? The capital of Iran is Tehran. پایتخت ایران کجاست؟ پایتخت ایران چیه؟ What is the capital of Iran? Tehran. Tehran is the capital of Iran. خب Steve is ill. Steve بیماره. He is in bed. تو تختش. تو تختش. یعنی تو استراحت داره میکنه. He is in bed. I'm in bed. He is in bed. My brother is scared of dogs. دقت کنید. My brother is scared of dogs. My brother is scared. برادرم میترسه. My brother is scared. از چی؟ از یکی از معانی of هست. از چی میترسه؟ میترسه. My brother is scared of dogs. از سگا میترسه. بچه ترجمه میشه برادرم از سگ میترسه. آقا اینجا که گفته dogs. Dogs میشه سگا. اوکی. ببینید توی فارسی میگیم من از سگ میترسم. یعنی از هر سگ. ولی توی انگلیسی باید جمع استفاده کنی. چون دیگه تو از نوع خاصی منظوری کلن از سگ میترسی. مثلا من از سگ میترسم. I'm scared of dogs. She is scared of dogs. این هم بسید. خب. Anyway, بگذاری. ساعت 10. گفتیم زمان رو با چی بیان میکنیم؟ باریکلا. It is. It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. What time is it? It's 10 o'clock. سوال. آقا این او چیه جریانش؟ یه کاما رفته بالا. آها. چیز خاصی نداره بچه. خواسته بگه 10 of clock. 10 از ساعت. گفته 10 o'clock. مخفف گفت. Okay. It's 10 o'clock. You're late again. دوباره دیر کردی. ببینید تو فارسی وقتی میگیم دوباره، تو فارسی میگیم دوباره دیر کردی، اونا میگن دوباره دیر هستی. You are late. You are late. شما دیر هستی. Again. دوباره. You're late again. دقت کنید بچه. You're late again. دیر کردی. You're late again. It's 10 o'clock. You're late again. ساعت 10 دیر کردی دوباره. گفتیم نقطه چی میشه به انگلیسی؟ نقطه که آخر خطه. باریکلا. Full stop. یا میگیم period. بگید period or period. خب این اسمش. بچه طبیعتا تو جلسات اول شما با یک بمبارانی از مطالب آموزشی دست و پنجه نرم میکنید، ولی هرچی جلوتر بریم چون مطالب رو داریم کم کم خدمتون ارائه میدیم، حجم این مطالب کاهش پیدا میکنه. پس نگران نباشید، باورتون نمیشه، اینا جزء واجبات. یعنی اگر اینا رو بلد نباشید نمیتونید صحبت بکنید. اصل یادگیری یک زبانی که شما بتونید متکلم اون زبان باشید. خب بگذاریم. Anyway بگذاریم. And اسم یک خانومه. And I و من دو نفر شدیم. پس بگیم هستیم میشه چی؟ Are. And I are good friends. ما دوستای خوبی هستیم. Good friends. مثلا You and I. شما و من. You and I are good friends. یه بار دیگه لطفا. One more time please.
You and I are good friends. من و تو دوستای خوبی هستیم. Your keys, کلیداتون کی میشه که بچه اینو خیلی میشنم تو فارسی میگه کی. اوکی کی میشه کلید. کی keys میشه کلیدها. Your keys, کلیدهای شما. Your father, پدر شما. Your teacher, معلم شما. Your keys, کلیداتون are هستن on the table. ببخشید من های کپم زدن سکسکه. I'm so sorry. من دیگه واسه تدریسی اینجا بخواهم قطع بکنیم کار بیخ پیدا میکنه. خب Your keys are on the table. کلیداتون رو میزن. تیبل میشه میز. مادام میزی چی؟ میزی که روش پذیرایی میشید. On the table. ده چرا آمده؟ بچه ده چیزایی که مشخصه برای گوینده و شنونده. مثلا وقتی به تو میگم کلیدات رو میزه. Your keys are on the table. نشونم دم. The table. کلیدات رو میزه. این ده حرف تعریفه. یعنی مشخص میکنه. یعنی معلوم هست. Your keys are on the table. همه جا حق نداری استفادهش کنی. که صحبت خواهیم کرد. کجاها حق استفاده ازش رو نداری. Your keys are on the table. کلیدات رو روی میزه. چرا آر گرفت؟ چون کی جمع شده. Keys. Your keys are on the table. کلیداتون روی میزه. خب بچه اینم از این